ظاهری ساده و کوچک شبیه به دانه عدس دارد. گرانول تو صنایع خودروسازی، صنایع بسته‌بندی، صنایع ساختمانی، صنایع لوازم خانگی استفاده میشه. این ماده را یک شرکت دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با بکارگیری فناوری نانو با ویژگی‌های خاص نسبت به نمونه‌های مشابه دیگر تولید کرده. یک سری تست‌های که هم شیمیایی هست هم به صورت مکانیکی یا فیزیکی هست انجام میدیم. ویژگی هایی که وقتی در صنایع پلیمری استفاده می شود آنها را ضد خش، ضد ضربه و کشش پذیر می کند. این شرکت دانش بنیان علاوه بر تولید این ماده، فرمولاسیون و شرایط فرایندی جدید را به کارخانجات پلیمری ارائه می کند تا آنها بتوانند محصولاتی با کیفیت بهتر را با قیمت مناسب تر تولید کنند. به صورت 3 شیفت کاری پرسنل اینجا مشغول به کار هستند. حالا این شرکت موفق شده جایزه طلای انجمن پارک‌های علمی و آسیای 2016 را به خود اختصاص دهد. این جایزه به نوعی نقطه شروع و نقطه محرکی میتونه باشه که ما بتونیم فعالیت‌های بین‌المللیمون رو افزایش بدیم. تا حالا 10 بار شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان تونستن جایزه این انجمن رو به خودشون اختصاص بدن. این شرکت دانش‌بنیان بعد از گرفتن جایزه طلایی به جمع اعضای انجمن پارک‌های علم و فناوری آسیا پیوسته. این شرکت دانش‌بنیان پیشرو در فناوری نانو با تکیه بر دانش و تخصص نیروهای جوان ماهیانه 300 تن انواع مواد اولیه صنایع پلیمر رو تولید میکنه